هشدار رئیس جمهور کرزی: آمریکا و طالبان بر سر منابع بزرگ افغانستان می جنگند. آقای کرزی در سفر به هلمند بار دیگر از گفتگوهای پنهانی طالبان با خارجی ها انتقاد می کند. و نگرانی حکومت از گسترش معتادان مواد مخدر در کشور. به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، قاچاقبران بزرگ مواد مخدر مسئول هستند. به نام خداوند بزرگ و درود بر شما و برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز شنبه 22 حوت سال 1391 خورشیدی برابر است با 12 مارچ سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. رئیس جمهور کرزی میگوید که جنگ آمریکا و طالبان بالای بزرگترین منابع افغانستان است. آقای کرزی در سفر به ولایت هلمند هشدار میدهد که اگر آمریکا زندان بگرام را به دولت افغانستان واگذار نکند، شهروندان کشور در این باره تصمیم خواهند گرفت. از سوی هم کاخ سفید گفته های دو روز پیش رئیس جمهور کرزی درباره گفتگوهای پنهانی آمریکا با طالبان را به بنیاد دانسته است. سخنگوی کاخ سفید میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان بر رهبری افغان ها صورت خواهد گرفت. نظرالدین مصلح با نگاهی به این موضوع: هفته جاری شاهد تنش‌های شدید لفظی میان رئیس جمهور کرزی و دولت اوباما بوده است. چنانچه آقای کرزی امروز در سفرش به هلمند گفته است که جنگ کنونی آمریکا و طالبان بالای کنترل منابع افغانستان می باشد. دویم را پودیش موش پر پوسیو سم را سر و چلیش اگر شیط چراغل اگر از واقع نور میستن اکی پازا بای نور دیر منای بیدل تستا اول چیزمش قانون پاس شد امریکای سفیر خطرات ولی کی چیزمش حکومت پدای که دلچسپیلر مرتور خدایم را راستی. رئیس جمهور کرزی در دیدار با مردم هلمند تأکید کرده است که اگر امریکا زندان بگرام را به دولت افغانستان واگذار نکند، در آن زمان شهروندان کشور تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور کرزی همچنان میگوید که اگر امریکا تصمیم دارد تا در افغانستان پایگاه نظامی داشته باشد، برای موافقت آن از سوی شهروندان کشور باید امریکا بند کجکی هلمند را اعمال کند. رئیس جمهور کرزی 4 روز پیش در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن آمریکا را متهم کرد که این کشور همواره با طالبان در گفتگو است و می‌خواهد با سازش این گروه حضور خود در افغانستان را بیشتر سازد. حامد کرزی همچنان حملات انتحاری طالبان را در راستای منافع آمریکا خوانده بود، اما این گفته‌ها با واکنش تند مقام‌های غربی از جمله ریاست جمهوری آمریکا روبرو شده و کاخ سفید این گفته‌ها را بی‌بنیاد دانسته است. هرگونه دیدگاه در مورد توانی ایالات متحده آمریکا با طالبان به گونه بی بنیاد است. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل و حامد کرزی این پرسش ها را پاسخ داده است. ایالات متحده آمریکا در حمایت از مردم افغانستان در جریان 12 سال گذشته سرمایه گذاری زیاد کرده و خون زیاد را ریخته است تا ثبات و امنیت در افغانستان تامین شود. ناممکن است ما از خشونت های حمایت کنیم که در آن غیر نظامیان بیگناه آسیب ببینند. در همین حال حزب حق و عدالت گفته های رئیس جمهور کرزی در مورد آمریکا را سلیقه شخصی رئیس جمهور دانسته و تاکید میکند که اگر رئیس جمهور کرزی به این گونه سیاست خود ادامه دهد، احتمال دارد که سرنوشت کشور به دست همسایه ها بیفتد و موافقت نامه امنیتی با آمریکا به امضا نرسد. وقتی فضای اعتماد مخدوش شوه و تخریش شوه و به این پیمانهایی که تهمات وارد باشه و اون تهمات به میسرته، من فکر میکنم که اصلا سر خود ماهیت توافقنامه هم تاثیر خواهد داشت و ممکن است سر حضور و سر موجودیت توافقنامه هم تاثیرات منفی خواهد داشت، ممکن است توافقنامه به امضا نرسه. روابط حامد کرزی با دولت آمریکا پس از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش هر از گاهی پرتنش بوده است، اما اتهامات مانند انجام مذاکرات پنهانی آمریکا با طالبان در راستای منافع آمریکا، خواندن حملات انتحاری و اتهام امروز رئیس جمهور کرزی که گویا جنگ طالبان آمریکا بالای کنترل منابع زیرزمینی هلمند است از تندترین این موارد می باشد. شمار تلفات حمله دیروز یک نظامی افغان بر نیروهای خارجی و نیروهای افغانستان در ولایت میدانوردک روشن شده است. منابع محلی می گویند که 5 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان و 2 سرباز ویژه آمریکایی در این رویداد کشته شدند. فرد مهاجم هم از پا در آمده است. این رویداد پس از پایان مهلت رئیس جمهور کرزی رخ داد، مهلتی که بر بنیاد آن نیروهای ویژه آمریکایی باید تا 2 هفته ولایت میدانوردک را ترک کنند. وزارت داخله این رویداد را تایید کرده و می گوید که احتمال می رود این حمله سبز بر آبی باشد.
هنوز نیروهای ویژه آمریکایی تصمیم بیرون شدنشان از ولایت میدان وردک را اعلام نکرده بودند که هدف قرار گرفتند. دو سرباز آمریکایی و 5 سرباز افغانستان در این رویداد کشته شدند. دو سرباز پلیس، دو سرباز نیروی ویژه آمریکایی، 3 سرباز ارتش و 3 ترجمان در جمع زخمی هاند. حمله کننده نیز در این رویداد هدف قرار گرفته و کشته شده است. هرچند سخنگوی وزارت داخله میگوید شمار کشته های پلیس و ارتش 4 نفر است، اما مقام های محلی میدان وردک این شمار را 5 نفر گفتند. سخنگوی آیسف کشته شدن دو سرباز آمریکایی را تایید کرده و میگوید جزئیات بیشتر در این مورد در دست ندارد. What I can confirm is that today in Wardak. چیزی را که می توانم تایید کنم این است که امروز در وردک یک شهروند افغان ملبس با یونیفرم نیروهای امنیتی افغان بر نیروهای آیساف و نیروهای امنیتی افغان شلیک کرد که در نتیجه دو سرباز آیساف کشته و چند تن دیگر زخمی شدند و تلفات هم بر نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. منابع محلی گفتند مهاجم زمانی با استفاده از یک سلاح خودکار نوع پیکا بر این افراد حمله کرد که نیروهای ارتش، پلیس، امنیت ملی و نیروهای ویژه آمریکایی مصروف گفتگو با هم بودند. این رویداد در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک رخ داده است. ظاهرا ابهامات در این حمله نهفته است. هیئتی از کابل نیز برای حقیقت‌یابی این حمله به ولایت میدان وردک رفته تا بداند پشت این رویداد چه کسانی دست داشتند. آیسف گفته است هنوز زود است در این مورد بگوید که این حمله خودی است یا هم مهاجم از افراد وابسته به گروه طالبان است. وزارت داخله میگوید این احتمال وجود دارد که این حمله یک حمله خودی یا سبز بر آبی باشد، اما تحقیقات آنها در این مورد جریان دارد. احتمال یکی از حمله های سبز بر آبی است. هنوز روی تثبیت هویت فرد کار میکنیم که چگونه این فرد تانسته در این محوطه با استفاده از اسلحه افراد ما را به شهادت برسانه. روی ازی کار میکنیم، هویتش تثبیت نشده، هنوز تثبیت نشده که مربوط کدام نهاد امنیتی افغانستان است و یا هست یا نیست. این حمله در زمانی صورت گرفت که تنش‌ها در روابط آمریکا و افغانستان شدت یافته و رئیس جمهور کرزی در جریان دو هفته اخیر چندین بار آمریکا و نیروهای این کشور را متهم به خلاف رفتاری در افغانستان کرده است. رئیس جمهور افغانستان از اینکه به گفته آنها نیروهای ویژه آمریکایی در ولایت میدان وردک دست به اذیت و کشتار غیر نظامیان می‌زنند به شدت ناراحت است. معاون دوم ریاست جمهوری گسترش اتحاد در کشور را به سونامی خاموش تشبیه کرده و از آن ابراز نگرانی میکند. محمد کریم خلیلی مبارزه با اتحاد در افغانستان را ناکافی دانسته و برای حل این معضل بر همکاری های منطقوی و جهانی تاکید میکند. وی با نگرانی از مسئول بودن مهره های اصلی قاچاقبران مواد مخدر از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا قاچاقچیان اصلی مواد مخدر را به پنجه قانون بسپارند. فریده سوما جزئیات میدهد. گسترش اعتیاد در کشور نگرانی های جدی را به همراه شده است، چنان که کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم گشایش بیمارستان 300 بستر معتادین مواد مخدر در شهر کابل اعتیاد نوجوانان و جوانان را به مواد مخدر نگران کننده می داند و می گوید باید یک حرکت جدی و فراگیر برای از میان برداشتن این پدیده به وجود آید. هنوز هم درمان معتادین، هنوز هم مبارزه با اعتیاد به یک شکل جدی و طوری که باید صورت بگیره به اون صورت نیست. یادآورشم که مسئولین ارگانهای زیربط هم که مسئولین کلانش هم شرکت امروز در این جلسه نکردم بیانگر همین قضیه است. ما در افغانستان و در منطقه و در جهان مانند تروریسم پدیده اعتیاد به عنوان یک معضل و مشکل می‌دید. آقای خلیلی از فروش و انتقال مواد مخدر توسط موترهای رنجر و اشخاص دارای پست‌های رسمی سخت انتقاد می‌کند و از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا این افراد را شناسایی و با پنجه قانون بسپارند. کسانی بسیار با پوزیشن‌های رسمی مواد پخش می‌کنند. هیچ کس مانی شده نمیتونه. چرا؟ افراد دستگیر میشن، ولی مهره های اصلی هنوز هم که هنوز هست اونا در امان است. آلچی پشتوانه ای در درون دولت داره و بحث علایده است. با پول با فسادی که متاسفانه وجود دارن خود نجات میدن یک بستگی است. با تأسف هستن مؤسسات، نهادها و اشخاص افرادی که با وزارت های محترم سکتوری که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار میکنند قراردادهای را بسته میکنند و با مؤسسات بین المللی که در راستای مواد مخدر مبارزه میکنند قراردادی را بسته میکنند
و به شیوهی که قاچاقبر در افغانستان قاچاق میکنن، متاسفانه اینا همون پولی را که مدرس میارن به جیب خود میرزن. در همین حال وزارت صحت عامه از افزایش معتادین زرقی و گسترش بیماری ساری از این طریق نیز ابراز نگرانی کرده و میگوید که 1,000,000 معتاد مواد مخدر در کشور وجود دارد که 350 هزار تن آنها معتادان هستند که هیروئین را به شکل زرقی استفاده می کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر انتخابات آینده با مشکلات همراه باشد، نظام آینده کشور ضعیف خواهد بود. با باور رئیس این کمیسیون، هر گونه مشکلات در انتخابات آینده ریاست جمهوری سبب خواهد شد تا افغانستان در رابط با کشورهای منطقه و جامعه جهانی جایگاه ضعیف داشته باشد. در همین حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حتمی است، اما این انتخابات با چالش‌ها و رویدادهای همراه خواهد بود. بشیر احمد قاسمی در این باره گزارش تهیه کرده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست به هدف مشارکت سیاسی زنان در انتخابات آینده هشدار داد در صورت که انتخابات آینده سالم برگزار نشود، نظام آینده کشور از جایگاه ویژه در منطقه برخوردار نخواهد بود. اگر خدای نخواسته ما انتخابات خوب نداشتیم، نمایندگی عمومی مردم در او تمثیل نشد و این نظام ضعیف انتخابات ضعیف شد، نظام بعدی ما این نظام ضعیف است. یک نظام ضعیف متعهد شاید به خدمت به مردم نباشه، در سطح منطقه یک جایگاه قوی و مطمئن نداشته باشه. همین مراودات میان افغانستان و کشورهای جامعه بین المللی بسیار قوی نخواهد بود. هرچند مخالفان سیاسی حکومت پیوسته هشدار دادند که استفاده از کارت‌های رای‌دهی گذشته زمینه ساز تقلب خواهد بود، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت، مخالفان سیاسی حکومت و نهادهای مدنی می‌خواهد تا در با اعتبار ساختن انتخابات کار کنند و از تلاش‌ها برای به اعتبار سازی انتخابات خودداری نمایند. ما همه نسبت به این که به باورها کار بکنیم و مردم را تشویق بکنیم، اعتماد ایجاد بکنیم که حضور پیدا کنند انتخابات، سهم بگیرند انتخابات، فعالیت کنند به سلامت انتخابات، هر کدام به سهم خود به نحوی به اعتبار ساختن تلاش داریم. نگرانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال جایگاه ضعیف نظام آینده در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور کرزی، مخالفان سیاسی حکومت و جامعه جهانی یگانه راه انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور را انتخابات دانستند. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان تا 5 سال دیگر به دانشگاه کابل مواد غذایی کمک می کند. او امروز یک مقدار مواد غذایی را برای کافتریای دانشگاه کابل کمک کرد. خلیلزاد در حال این مواد را به دانشگاه کابل کمک می کند که از او به عنوان یک نامزد آینده ریاست جمهوری نیز یاد می شود. زلمه خلیلزاد این مقدار مواد غذایی را از طریق بنیادی که به نام خودش ایجاد کرده در اختیار دانشگاه کابل قرار داد. قرار است این مواد غذایی در نیمه نخست سال آینده از طریق کافتری های دانشگاه کابل در اختیار دانشجویان قرار گیرد. نظر به موافقه که بین بنیاد خلیلزاد و پانتون صورت گرفته بود برای کمک و کافتری ها که یک قدم برای عملی کردن از او موافقه نامه صورت می گیرد. امیدوار هستیم که همچون دستگیری ها برای رشد و شکوفایی مؤسسات تحصیلی در افغانستان از طرف دیگر بزرگوارا هم صورت بگیره. کمک مواد غذایی آقای خلیلزاد به دانشگاه کابل در حالی است که در محافل سیاسی آوازه هایی وجود دارد که خلیلزاد در تلاش است تا در سیاست افغانستان در آینده نقش داشته باشد و برخی از احتمال نامزدی خلیلزاد در انتخابات ریاست جمهوری نیز خبر دادند. در روز چهارم انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان، میرویس یاسینی با 129 رأی مثبت به عنوان معاون اول مجلس نمایندگان برگزیده شد و سید اکرام با 113 رأی کرسی منشی مجلس نمایندگان را به دست آورد. در این رأی دهی 219 نماینده مجلس اشتراک داشتند. پس از 3 دور برگزاری انتخابات بر سر گزینش معاون اول و منشی مجلس نمایندگان، هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای 50+1 را به دست بیاورند. سرانجام مجلس نمایندگان بر بنیاد اصول وظایف داخلیش تصمیم گرفت تا نامزدانی که بیشترین رأی را در 3 دور انتخابات گرفته بودند
و دور چهارم انتخابات برای رقابت معرفی کند. میرویس یاسینی و عبیدالله کلیمزی که برای معاونت اول، داوود کلکانی و سید اکرام برای کرسی منشی مجلس که در سه دور انتخابات بیشترین درصد آرا را به دست آورده بودند، در دور چهارم انتخابات با هم رقابت کردند. در این رایگیری میرویس یاسینی با گرفتن 129 رای بیس معاون اول و انجینیر سید اکرام با عقض 113 رای به عنوان منشی مجلس نمایندگان برگزیده شدند. جناب محترم میرویس یاسینی با کسب 129 رای، انجینر سید اکرام در نوبت چهارم 113 رای. بناهن محترم انجینر سید اکرام 50 به علاوه یک تکمیل کردند، به صفت منشی ولسی جرگه انتخاب شدند. انتخابشان به نمایندگی از شما تبریک میگم. این در حال است که روز گذشته محمد صالح سلجوقی با 108 رای مثبت بایس معاون دوم مجلس نمایندگان و عرفان الله عرفان با به دست آوردن 110 رای مثبت به عنوان منشی دوم این مجلس انتخاب شدند. بدین ترتیب معاونان و منشی های مجلس برای یک سال دیگر برگزیده شدند. با وجود مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا، کار ساخت پروژه خط لوله انتقال گاز ایران و پاکستان با حضور محمود احمد نژاد و آصف علی زرداری رؤسای جمهور دو کشور در منطقه چابهار آغاز شد. آمریکا این پروژه را مغایر با سیاست‌های تحریم اقتصادی ایران می‌داند و نسبت به اجرای آن هشدار می‌دهد. ارزش این پروژه 7 میلیارد دلار برآورد شده است. اجرای این پروژه به دلیل کنارگیری هندوستان در گذشته دو بار به تعویق افتاده بود. برنامه توسعه بازاریابی تازه برای بازرگانان به بهره برداری رسید. وزارت تجارت و صنایع میگوید که این پروژه با هزینه 22 میلیون دلار از کمک های بدون بازپرداخت بانک جهانی تمویل می شود و خدمات بازرگانی را برای توسعه محصولات متشبثان کوچک و متوسط فراهم می سازد. رئیس بانک جهانی در افغانستان می گوید که این پروژه مشکلات متشبثان را در بخشای بسته بندی، فناوری تازه و بازاریابی برطرف می سازد. برنامه انکشاف بازارهای تازه در ولایت های کابل، بلخ، هرات و ننگرهار به بهره برداری رسید و به گفته وزارت تجارت و صنایع این پروژه به متشبثین کوچک و متوسط کمک می کند تا تولیداتشان توسعه یابد و نیز به آنان خدمات پلانگذاری تجارت، همکاری های فنی برای بهبود بازاریابی و فروشات و نیز ایجاد مارکت های تازه فراهم می شود. نن مگر یو مهم پروژه دی افتتاح حالت کیو دا پروژه 20 میلیون ډالر دای سي دي بانک جهاني لخوا بلایواز کومک دي بانک جهاني چې حکومت د افغانستان سره کړی دی او تعمیل کوونکې ایجنسیز د وزارت تجارت او صنایع افغانستان دی. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع میگوید که میلیون ها دلار در همچو پروژه ها هزینه می شود اما موثر نیستند و اگر این پروژه دراز مدت باشد اثرگذار خواهد بود. ما پروژه های را باید کمک بکنیم که مطمئن شویم که اینی وقتی که کمک ما خلاص میشه این میتونه که رقابت بکنه، میتونه که تداوم بده. اد نشه که به مجرد که این پروژه این کمکش خلاص شد آقا صاحب یا امو دوست ما پیسه را گرفت یا امکانات کمک گرفت، باید از او دیگر نه خبر است و نه درکی است و پیدایش هم نمی کنیم و پروژه بسته شده یا بزنس بسته شده. در همین حال رئیس بانک جهانی میگوید که با کمک برنامه انکشاف بازارهای تازه زمینه کار به مردم فراهم می شود و نیز تولیدات متشبثین می تواند در بازارهای منطقه و جهان رقابت کند. این پروژه فرصت‌های اشتغال زایی را در افغانستان افزایش می‌دهد و 750 شرکت می‌تواند فروشات خود را با کمک این پروژه بهتر سازد و نیز مشکلات متشبثین در بخش دیزاین، بسته‌بندی و تکنولوژی جدید برطرف می‌شود. تا کنون 47 شرکت برای استفاده از خدمات برنامه انکشاف بازارهای جدید پیشنهاد دادند و به گفته وزیر تجارت و صنایع این پروژه 50% مصارف متشبثین را در بخش رشد تجارت کاهش می‌دهد. و هزاران شهروند کوریای شمالی در راهپیمایی در پیونگیانگ برای مبارزه با آمریکا و کوریای جنوبی آمادگی خود را اعلام کردند. این راهپیمایان با محکوم کردن رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی تاکید میکنند که بر ضد آمریکا و کوریای جنوبی مبارزه خواهند کرد. این راهپیمایی پس از افزایش اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد کوریای شمالی و ادامه برگزاری رزمایش نظامی آمریکا و کوریای جنوبی صورت می‌گیرد. از توجهتان و خبرهای این ساعت تشکر.